به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. امرالله صالح اول، سه نفر به اسم طیب، میلاد و حنیف که نامهایشان در فهرست جرم پیشگان قبلا نشر شده بود، در ساحه کارته پروان میخواستند از مردم باج بگیرند. یکی از محافظین محترم صلاح الدین خان ربانی، رئیس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر خارجه قبلی، میخواست مداخله نماید. متاسفانه موصوف را شهید ساختند. قضیه ربط به طالبان و طالبان دایشی ندارد. هر سه مجرم دستگیر شدند. این قضیه یک بار دیگر ثابت ساخت که فهرست مجرمین موثق است و از همه شهریان کابل که این فهرست را در اختیار دارند خواهش می‌نماییم که در ردیابی آدم‌های شامل آن با نهادهای دولتی همکاری نمایند. از پلیس حوزه دوم که به اسرع وقت مجرمین را دستگیر کردند ابراز قدردانی و سپاس می‌نمایم. برای خانواده آجی محمد خان 55 ساله که جان خود را از دست داد ابراز تسلیت می‌نمایم. دوم، قضیه کشته شدن کارمند تلویزیون خورشید تروریستی نیست، جنایی است. تمام جزئیات در ریاست تحقیقات جنایی وزارت داخله موجود است. خانواده موصوف خواستند که به خاطر حرمت متوفا و حفظ عزت خانوادهشان جزئیات نشر نشود. سوم، یکی از کلاهبرداران به اسم اغلی 27 ساله که 48 هزار دلار مردم را به خاطر عقض ویزای ترکیه جمع کرده بود دستگیر گردید. پول برای مردم متضرر برگردانده شد. چهارم، در 48 ساعت گذشته ریاست امنیت ملی کابل توانسته است 11 نفر از اعضای گروه طالبان و طالبان دایشی را دستگیر نماید. در بین این 11 نفر یک جوان زیر سن به اسم ادریس شامل است که طالبان او را تشویق به انتحار کرده و آماده ساخته بودند. خوشبختانه از یک فاجعه جلوگیری گردید. پدر ادریس به جرم پنهان نمودن عضویت پسرش در هسته انتحاری های طالبان نیز دستگیر گردید. این خانواده در حوزه پنجم زندگی می کنند. 5. ریاست امنیت ملی کابل باز هم از من برای دو روز دیگر وقت خواستند که نظر نهایی خود را راجع به قضیه پوهنتون کابل بدهند. آنها باور دارند که می توانند قضیه را انکشاف بدهند. تعهد من به مردم افغانستان این است که از این به بعد دوسیه هایی که تکمیل می گردن دیگر محرمیت نمی داشته باشند و بدون سانسور در اختیار مردم قرار خواهند گرفت. مردم حق دارند معلومات اساسی راجع به تروریسم و جنایتی که طالبان و دیگران انجام می دهند داشته باشند. ششم، کابل در 48 ساعت گذشته گواهی 9 حادثه بود که 7 جنایی و 2 تا تروریستی بود. در عین حال پلیس با افتخار کابل دستاوردهای قابل لمس و بزرگ داشتند که هر یک آن به تفسیر در اعلامیه های تصویردار از طرف بخش مطبوعاتی ما به نشر خواهند رسید. در این میان پلیس با وقار کابل توانسته است یک نفر دکتر را که بالای یک مریض پسر بچه 10 ساله تجاوز جنسی یعنی عمل لوات را به کرات انجام بدهد دستگیر کردن. من به ریاست دفتر خیش هدایت دادم که از وزارت محترم صحت عامه بخواهند که جواز تبابت این ابلیس لغو گردد و او پس از رهایی از زندان در جامعه دیگر به اسم دکتر جای نداشته باشد. اسم این درنده خوی و ابلیس صفت اسدالله ولد عزیزالله است. او در شفاخانه ذوالفقار در حوزه 16 کار میکرد. عکس ها و اعترافات چنین انسان ها نشر خواهد شد. تشهیر منفی یکی از راه های کاهش جرم است. در حوزه 15 سه نفر از جرم پیشه ها روی تقسیم که در این روزها مقداران بسیار کم شده است با هم درگیر شدند. یکی از این مجرمین کشته شده است که اسمش در فهرست شامل است. فهرست جرم پیشه ها در کار مبارزه با جرم در افغانستان بی سابقه است. این فهرست چنان عمیق و با تفصیل است که هیچ مجرم جرأت تردد در ساحه را ندارد و اولین بار است که آمرین حوزه و قدمه های پایین می دانند دنبال کیها بگردند و در کجا. اکنون از جمله 3700 جرم پیشه که در فهرست ها شاملند تنها 9% نفر آنها دستگیر شدند. یک نقل از فهرست را به دست بیاورید و در ردیابی جرم پیشه ها همکاری نمایید. خود را به شهروند عملگرا تبدیل کنید.
هفتم، مذاکرات ما با دستفروشان لیسه مریم نتیجه نداد. تا 48 ساعت دیگر ساحه لیسه مریم با استفاده از وسایل و حمایت پلیس پاک می شود. کسانی که هوشداری را دریافت کردند می توانند الا 48 ساعت دیگر ساحه را ترک کنند. ما از دستفروشان و مالکان و غرفه ها خواسته ایم که بین خود به توافق برسند و تنها 50% ساحه را ترک کنند. از این که هوشداری را جدی نگرفتند دولت حق دارد زیر چتر قانون از قوت استفاده نماید. هشتم، گزمه های مشترک پلیس و امنیت ملی با استفاده از وسایل زیر پوشش نتایج خیلی خوب در پی داشته است. روند مصادره وسایل بدون اسناد ادامه دارد. اکنون وسایل بدون اسناد پس از ثبت در پلیس در کمتر از یک روز در خدمت پلیس در شهر کابل و یا ولسوالی ها قرار می گیرد. ما به ولایات همجوار مکتوب داده ایم که ضروریات خود را به وسایل بنویسند که آنها را نیز اکمال نماییم. اگر می خواهید موترتان از شما گرفتن نشود، با موتر بی اسناد در سرکات تردد نکنید. نهم، امروز 23 نفر از منصوبین پلیس هم از سرباز و بریدمر را که در شناسایی و دستگیری گروه های اختطاف، دزد و باجگیر در ولسوالی قره‌باغ و حوزه های کابل از خود کفایت انگیزه بلند و ابتکار نشان داده بودند، مورد تشویق مادی و معنوی قرار دادیم. امروز جلسه ششونیم افتخار دعوت آنها را به مقر جلسه داشت و در آغاز جلسه تقدیرنامه ها و مکافات مادی مستقیم در اختیارشان قرار داده شد. آوردن صف در یک صفحه با رهبری خیلی مهم است. هر سرباز با انگیزه می تواند چندین برابر مؤثرتر عمل نماید، بخصوص وقتی که بداند رهبری قدرش را می داند و با اسمش آشناست. من یقین دارم این 23 نفر سر از فردا با انگیزه و تحرک بیشتر کار خواهند نمود. در عین حال یکی از سربازان پلیس در حوزه 19 هم به اسم ایدی محمد ترور گردیده است. موضوع را به تحقیق نخواهیم گذاشت. او در روزهای گذشته توانسته بود در ردیابی مجرمین دستاورد داشته باشد. همچنین وعده سپرده بودیم که حمله بالای موتر مدیر امنیت ملی در ولسوالی موسهی را نیز پیگیری می نماییم. قضیه زیر کار از قبل از آغاز جلسات 6:30 سیستم تقریبا با مرگ و حادثه آشتی کرده بود. همه رویدادها فقط احصایه بودند و بس. اکنون از هیچ قضیه سرسری نمی گذاریم. از هیچ قضیه و به همین خاطر است که جنایتکاران در بسیاری موارد 3 قدم عقب‌تر از پلیس هستند. اکنون پلیس قبل از جرم پیشه ها از خواب بیدار می شود و قبل از جرم پیشه ها به حرکت می افتد. تا باد چنین بادا. دهم، در 48 ساعت گذشته 90% مردم از جلسات 6:30 به خاطر تطبیق میثاق امنیتی کابل ابراز رضایت و حمایت نمودند. اولین بار است که از مرز 90% عبور کرده. در عین حال 9% مردم شکایت، انتقاد و ابراز نظر کردند و 0.7% رکیک گفتند. در سطح رکیگویی نیز کاهش آمده است. 11، مردم در ارتباط با ماین‌های مغناطیسی و حملات هدفمند تروریستی میپرسند. در این بخش کار ما قناعت بخش نیست. امروز نیز در کابل 2 حادثه دلخراش صورت گرفت. طرح‌های مشخص و تفصیلی زیر کار است. من یقین دارم ما از این حالت کابل را نجات می‌دهیم. باز هم به حمایت بی‌دریغ مردم نیاز داریم. در بخش عملات راکتی بالای کابل نیز سرنخ‌های ضعیف در اختیار داریم و هر زمانی که پیشرفت داشته باشیم با مردم شریک خواهیم ساخت. در قسمت ماین‌های چسبکی یا مغناطیسی علاوه بر تشدید کار اطلاعاتی و تحکیم دسترسی‌هایی که اکنون وجود دارد بالای ابعاد تکنیکی نیز سرمایه‌گذاری نموده‌ایم. پس از دستیابی به نتایج شما را در جریان قرار خواهیم داد. نوت، اگر شما فکر میکنید که معلومات ارائه شده کافی دارد و تمام حوادث و رویدادها در بر نمیگیرد، لطف کرده معلومات خودتان را شریک سازید. آنهایی که نظر دادن و معلومات شریک ساختن میدانند که به نظریاتشان ارج قائل شده ایم و دوباره با آنها در تماس شده ایم. با شریک سازی معلومات شما میتوانید مستقیما در آوردن امنیت و نظم شهری سهیم شوید و از یک شهروند نظارگر به یک شهروند عملگرا و کنشگر تبدیل شوید. انتخاب شماست. تنها دولت قیومی میتواند از عزت و هر فرد حراست نماید. پس به خاطر خود با دولت خود همکاری نمایید.